سلام دوستان، با آموزش کاربردی نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در جلسات قبل با نحوه نوشتن فرمول ها آشنا شدیم و خب تونستیم که فرمول هایی که اینجا مشاهده میکنیم و از طریق VLOOKUP، IF ERROR، SUM IFS و CONT IFS بنویسیم و همچنین با یه ابتکاری بتونیم که گزارش ماموریت ها و مجموعه تأخیرات و همچنین مجموعه اضافه کاری یک شخص رو توی یک ماه حساب کنیم. فقط خاطرتون باشه اگر که ما توی این حساب در هنگام حساب کردن این آیتم ها ماه که در اینجا قرار داده شده ماهی باشه که در حال حاضر در حال اجرا هستیم، یعنی ماهی باشیم که وسط اون ماه هستیم، مثلا الان پنجمه، حالا پنجمه من وارد نکردم، مثلا ماه چهارم بودیم و 15 بود و امروز 15/4/94 بودش و گزارشی که اینجا میگیریم واسه 15 روز هستش. خب چون فرمولا بر اساس تا اونجا که وارد شده رو حساب میکنه دیگه، اما اگه این ماه 3 بود اینجا دیگه ما دیتای کامل رو توی این ماه داریم و 15 روز دیگه ماه 4 رو نخواهیم داشتش و این روز دیگه تأثیری نداره کلا. خب چون دیتا به صورت کامل تا ماه 3 نوشته شده و ما هم اینجا ماه 3 رو میخواستیم. خب تو جلسه قبل با نوشتن این فرمول ها آشنا شده بودیم، حالا میخواییم توی قسمت گزارشی که داریم از این فرمول ها رو به صورت بصری ویژوالایز کنیم و نمودار اون رو بکشیم. یه نمودار بکشیم به خاطر اینکه مشاهده و قیاس اونها واسه ما راحت تر باشه. خب نموداری که من اینجا تعبیه کردم نمودار هیستوگرام مستطیلی هستش که دو تا نمودار آوردم، یکی برای این قسمت که میبینین اینجا اکسل داره نشون میده چه دیتاهایی رو سلک کرده و یکی هم برای این قسمت. خب از اونجایی که ما این توی این جلسه میخواییم نمودارها رو به صورت ساده و ترسیم اونها رو مشاهده کنیم و بهترین نوع مشاهده این که چجوری میتونیم یه نمودار رو زیبا و خب با مفهوم بکشیم و اینکه با ترسیم نمودارها رو شروع بکنیم، نمودار مستطیلی هستش. نمودارهای مستطیلی نمودارهای خیلی خوبی هستن، خیلی جاها کاربرد دارن و خیلی از گزارش ها رو من خودم از طریق نمودارهای مستطیلی میدم، به خصوص وقتی که مقایسه بخوایم بکنیم. الان اینجا من میتونم حالتی داشته باشم که میخوام مقایسه بکنم و وقتی که مقایسه میکنیم نمودارهایی واسه ما مفید هستن که بتونه تفاوتها رو نشون بده. خب اگر تو قسمت insert بیاین من میتونیم نمودارها رو تو قسمت charts مشاهده کنیم که انواع اقسام نمودارها رو اکسل واسه ما تعبیه کرده. ما یه pivot chart داریم اینجا که تو قسمت بعدی وقتی که با pivot table آشنا شدیم pivot chart ها رو میگیم. الان تو این قسمت وقتی نمودارهای مستطیلی رو دیدیم و نحوه ترسیم نمودارها رو باشون آشنا شدیم، تو قسمت آینده نمودارهای بیشتری رو میبینیم، مثلا این نمودار خطی و نمودار سطحی هستش که بر اساس یک سطح کشیده شده، من کاربردشون میگم، نمودار دایره هستش و خب باز هم نمودار مستطیلی که خیلی کاربرد دارن. ما اینجا چند تا پس نمودارهای دیگر رو با هم میبینیم، نگران نباشین. ما اینجا فقط میخوایم ترسیم نمودارها رو ببینیم که چجوری میتونیم نمودار رو ترسیم کنیم و اونا رو کنترل کنیم، که خب با یک نوع نمودار هم میتونیم اون رو انجام بدیم و خودتون بست بدیم واسه نمودارهای دیگه و اونا رو کنترل کنیم. خب وقتی که میخواین نمودار رو تو اکسل بکشین، بهترین قسمت اینه که من رنجی که میخوام رو سلکت کنم. من میخوام دیتایی که عدد وجود داره بر اساس محوری که این توی ایکس نشون داده بشه بگه این ایکس من این مقدار عدد رو داره. خب میدونین که ایکس میتونه عدد هم باشه دیگه تو نمودارها، لزومن فقط نباید لیبل مانم باشه. مثلا ایگرگ مساوی ایکس رو که میکشین، ایکس وقتی که یک هست ایگرگ هم یک هست، لیبل من تو محور ایکس ها عدد هستش. خب من رنجی که میخوام نمودار رو باش ترسیم کنم میکشم و نموداری که میخوام با اون ترسیم کنم و اینجا انتخاب میکنم. اگر ریکامندد رو بخوام، ریکامندد یعنی پیشنهادی، یه چارت رو اکسل تو به من پیشنهاد کن، اینو میزنم. اکسل الان چیزی رو نمیتونه به من پیشنهاد کنه، میگه خودت به من بگو بر اساس این دیتا من نمیتونم چیزی رو پیشنهاد کنم. حالا بعداً اگه ریکامند داشته شو با هم میبینیم. اینجا چیزی رو نتونست پیشنهاد کنه. حالا تو قسمت آل چارتس برم، باز دوباره همین نمودارا رو به من نشون میده. خب پس اکسل نتونست من پیشنهاد کنه.
من پیشنهاد میکنم که نمودار مستطیلی رو بکشین، حالا به صورت افقی یعنی به این صورت، یا به صورت عمودی بخوایم بکشین، یعنی به این صورت، ببخشید برعکس کنم، به صورت افقی یا به صورت عمودی. خب این عمودی راحت تر بودش، به خاطر همین من عمودی رو کشیدم، راحت تر از لحاظ دیدن رو، نه از لحاظ کشیدن، وگرنه کشیدنشون فرقی نکنه. خب من میام اینجا یه نموداری رو انتخاب میکنم، اکسل نمودار رو بر اساس، بذارید من اینو بیارم این برطرف. خب اکسل میاد بر اساس این محدودهی که سلکت کردم رنج رو انتخاب میکنه و نمودار رو میکشه برای من. خب فقط نها کنین اینجا اون چیزی که میخواستم و اکسل متوجه نشد دقیقا که بکشه. خب بیاین اینجا، من اینجا میخواستم چیکار کنم؟ میخواستم لیبل ها اینجا باشه توی محور افقی و حالا تو محور عمودی بر اساس این دیتا ها کشیده بشه، یعنی اعداد باشه. خب پس اکسل الان متوجه نشد که محور افقی و عمودی من کدوم ها هستن دقیقا. محور افقی رو فهمید، محور ایگرگ ها رو فهمید، ولی محور ایکس رو خوب نفهمیده. خب به خاطر خیلی وقت این اتفاق پیش میاد، اکسل اونقدر هوشمند نیست که همه دایده ها رو بفهمه شما چه جوری میخواین بکشین دیگه. پس بعضی وقتا شما باید بهشون بفهمید، اما خیلی وقتا اکسل متوجه میشه. خب وقتی که متوجه شد خب کار ما ساده تر، ولی وقتی که متوجه نشده ما باید اینو بهش بفهمیم. پس اولین کاری که میکنیم میایم محورمون رو مشخص میکنیم. وقتی که من نمودارم رو سلکت میکنم به صورت خودکار میاد تو تب دیزاین. وقتی که نمودار رو ترسیم میکنیم ما دو تا تب اینجا داریم، یکی فرمت، یکی دیزاین. توی قسمت دیزاین من میتونم طرح نمودارم رو تغییر بدم، حتی شکل نمودارم مثلا چینج چارت تایپ کنم و بیام اینجا بر اساس مثلا لاین بکشم. اگه بر اساس لاین بکشم اینجا به صورت پیش‌فرض، حالا بیام اگرم روشم بزرگ میکنه، نشون میده که چه شکلی میشه نمودار من. و خب چون اکسل دیتا های منو خوب نفهمیده اینجا نمیتونه نموداری رو ترسیم میکنه، اگه میفهمید قشنگتر میشد و نشون میداد که چه نمودارایی. یا به صورت مثلا پای چارت باشه، نمودار دایره‌ای باشه، سطحی باشه و غیره. خب ما اینجا کالم رو انتخاب کردیم و چینج هم نمیخوام بکنم. اینجا ریکامند هم داره که چیزی رو پیشنهاد نمیکنه. تو باکس بعدی، تو باکس دیتا ها، من دو تا ابزار رو میبینم. یکی سویچ را هستش که اگه اینو بزنم محور افق و عمود رو تغییر میده و بر اساس مثلا تغییری که الان اینجا داده به صورت قشنگ و واضح اکس نموداری که میخواستم رو کشیده. میبینیم با یه تغییر راحت سطر و ستون رو عوض کرد و خب متوجه شدیش که، یعنی در حقیقت اکسل اول برعکس فهمیده بود سطر و ستون و الان درست فهمیده. خب فرض کنیم که اینو اکسل نفهمیده بود، توی سلکت دیتا بریم. خب میتونیم دیتایی که بر اساس اون ترسیم صورت گرفته رو ببینیم. یه باکسی واسه ما باز میشه که سویچ رو داریم. اگه اینو بزنم ناکنین دقیقا سری یک رو، سری ما رو که همین اعداد ما باشه، میبره تو قسمت محور افقی و خب این لیبلایی که من داشتم رو میبره تو قسمت افقی، این سری من که اعداد هست رو میبره تو قسمت افق. پس اینا میاد تو عمودی، اینا میاد تو افقی. نها کنین هوریزنتال افقی و اینجا سریز هست که همون محور عمودی من هستش. این افقیه، این عمودی. خب حالا بیاییم بر فرض اکسل اصلا کلا متوجه نشده، من اصلا دیتا همو دلیت میکنم، کلا هیچ دیتایی رو نفهمیده. خب چجوری میتونیم از صفر به دیاگرام خودمون نشون بدیم که دیتا ها کدوم هست؟ پس اولین قسمت اینه که من بیام اد کنم، چیزی رو اضافه کنم توی قسمت سری ها. وقتی که اد میکنم میگه اسم سری چی باشه. ببینید چون من اینجا بالای این اعداد خودم توی ستون بالاییم چیزی ندارم، خب نمیتونم سری نیمز رو بزنم. پس میتونم خودم سریز نیمز رو بدم، بگم آقا این اعداد من هست، به فارسی هم می‌نویسم اعداد هستش، یا محور افقی من هست، محور عمودی من هست، یا مجموع ساعت ها. خب درسته، منطقی تر دیگه، پس این مجموع ساعت ها هستش. حالا ولیو ها، این سری نیمز بود، حالا سریز ولیو بیاد بگه که مقادیر اون کدوم هست. واسه این سری میاد میگم که مقادیر من اینها هستش، اینا رو سلکت میکنم، میگه توی شیت فرام
علامت تعجب دالر رو میذاره واسه اینکه تغییرات اعمال نشه توش از B8 تا B12. خب سلکت میکنم. وقتی که اینو سلکت کردم الان ناکنی تو نمودار منم داره نشون میده، میگه این مقدار 4.48 تقریبا، خب پایین تر از اون دیگه، یعنی 4.36 پوینت یک من هستش، پوینت 2, 3 و 4. خب اوکی میکنم. من هنوز بهش نفهموندم که هوریزونتال یعنی افقی من کدوم هستش. خب عمودی رو الان بهش فهمودم، افقی رو هنوز بهش نفهموندم. خب اینجا که اد کردم بر اساس اکسل، خب میاد میگه که این حتما باید 1, 2, 3, 4, 5 باشه که اینا رو سری انتخاب کردم دیگه، چون 5 تا دیتا انتخاب کردم. ولی من میگم اینا 1, 2, 3, 4, 5 نیست، اینا اسم دارن، یعنی لیبل دارن. حالا اون لیبل میتونست عدد باشه که اینجا خودش پیش فرض گرفته، یا اینکه من انتخاب کنم وقتی که ادیت رو بزنم X لیبل رنج رو باید انتخاب کنم که من میام میگم اینها هستن. خب وقتی که اینا رو میذارم اینجا از A8 تا A12 رو سلکت کنم بر اساس، بذارین اوکی کنم، این بر اساس دیتای یکی که وجود داره B8 و A8 این دوتا رو به هم مرتبط میکنه. الان نها کنین مجموع زمان حضور در سازمان در این ماه با 4 و 36، این دوتا چون هم عرض بودن اینا رو یک عدد گرفته، پس چون اکسل متوجه شده. و خب اسم 4 تمام اینجا قرار داده که مجموع ساعت ها هستن، و من میتونستم اینجا اسمش رو خودکار فهمیده وقتی که اینجا وارد کردم متوجه شده که مجموع ساعت ها. خب اوکی میکنم. الان این نموداری هستش که میخوام، فقط زیبایی که دوست دارم رو به من نشون نمیده، ولی اطلاعاتی که میخوام رو داره به من نشون میده که میبینه الان مجموعه مرخصی واسه این شخص که اینجا انتخاب کردم بیشترین زمان بوده، یعنی این دوست الان در ماه سه بیشتر از همه مرخصی بوده تا اینکه حضور داشته باشه در سازمان، و کمتر از همه ماموریت رفته. خب و ما زیبایی اون، خب وقتی که ما گزارش میدیم زیبایی خیلی مهمه. ناکنی الان این چارت چقدر زیباتره و تو چشم میاد تا این چارت، به خصوص اگه ما پرینت رنگی بگیریم یا ایمیل بکنیم. پس وقتی که گزارش میدیم زیبایی رو حتما مد نظر قرار بدیم، چون خیلی راحت تر میشه آدم درک کنه، میتونه آدم درک کنه، مخصوصا وقتی که اطلاعات مقایسه ای رو داریم در اختیار کسی میذاریم و همینطور روندها. خب حالا من اینجا بیام ببینم چجوری میتونم زیبایی های اون رو کنترل کنم. تو قسمت دیزاین توی چارت استایل من میتونم یه استایلی که به صورت پیشفرض اکسل واسه من درست کرده رو اینجا انتخاب کنم. ببینید اینجا خودش یه استایل خیلی زیبا هستش. توی 2013 اکسل واقعا خوب کار کرده و دیزاین های قشنگی رو به من داره میده، استایل های قشنگی رو به من میده. خب این خودش یه استایل خیلی قشنگی هستش که من فقط کافیه رنگ آمیزی اون رو تغییر بدم. حالا با هم میایم نگاه میکنیم ببینیم شبیه اینم هست دیگه. حالا اگه نخواستیم مثلا اینطوری باشه، میام قسمت های مختلف چارت رو بهتون سری میگم که ببینین چجوری میتونیم اونا رو بدون اینکه بخوایم از این استایل استفاده کنیم تغییر بدیم. مرحله بعد میتونم رنگش رو عوض کنم. ناگهان هر کدوم از مجموعه رنگ هایی که بخوام و اینجا میتونم انتخاب کنم که این مجموعه رنگ الان قشنگ تر از همه هستش. خب تو قسمت بعدی کاری که انجام میدم دیگه استایل واسه من فایده نداره. من میتونم استایلمو حالا برگردونم به حالت قبل، از صفر اینا رو شروع کنم اگه این استایل رو درست داشت دوست نداشتم، یا اینکه همین استایل رو همینجا دیگه ادیت کنم. البته استایل سیو نمیشه، ولی خب میتونم ادیت کنم و رنگ و آمیزی که دوست دارم و کاری که دوست دارم کنم. خب این کار رو توی قسمت فرمت میتونین انجام بدین. اگه بیاین تو قسمت فرمت، من هر قسمتی که توی چارتم سلکت کنم میتونم تغییرات رو توش اعمال کنم بر اساس فرمتی که دارم. خب یه راهش اینه که بیام تو تب فرمت و تغییرات رو اعمال کنم. یه راهش کلیک راست کردنه. من اگه کلیک راست کنم فرمت چارت آریا رو بزنم، یه اینجا قسمتی باز میشه که میتونم تغییرات رو توش اعمال کنم. اینجا قدرتش بیشتره، دیتیل بیشتری رو نسبت به این تب نشون میده. تب خب چیزهای ضروری تر و از اینو بیارم این بعد چیزهای ضروری تر رو واسه من قرار داده، و همینطور شیپ استایلز رو. ببینید فرق این دیزاین با شیپ استایلز تو اینه که من اگه تو اینجا دیزاین رو تغییر بدم رو کل نمودار من تاثیر میذاره، اما تو اینجا استایل رو اگه تغییر بدم رو مناطقی که کلیک کردم
استایل رو عوض کنم. نگاه کنین اینجا الان چون من روی بار کلیک کردم و اینا رو انتخاب کنم و فقط این خطای من تغییر میکنه، و اگه مثلا روی این قسمت کلیک بکنم این آپدیت میشه و من میتونم تغییرات رو بر اساس استایل های پیش فرضی که وجود داره، اینجا استایل ها بیشتره، اعمال میکنم. خب من از استایل ها نمیخوام استفاده کنم، میخوام خودم تغییرات رو بدم. خب این دقیقا من اینجا توی هوم با قسمت فیلینا آشنا بودین دیگه. اینجا الان فیل البته روشنه، اینجا میتونستم مثلا واسه یه سلول رو تغییر بدم، توی فرمت من میتونم واسه اون نمودار رو تغییر بدم. اما گفتم اگر کلیک راست کنین یا این گزینه کوچیک رو اینجا بزنین، فرمت شیپ رو بزنین، اختیارهای بیشتری رو دارم، اختیارات بیشتری رو دارم واسه اعمال تغییرات. خب بیاین این باکس اینجا باز باشه و من از اینجا استفاده کنم. البته از اینم استفاده میکنم. ببین ناکن این واسه ورد، واسه کلمات من هست، میتونم از استایل پیش فرض کلمات اینجا هم استفاده کنم. خب اول بیاین نمودارمون رو قشنگ کنیم. خب ببینیم فیل این سفید هستش، من میتونم رنگ فیلمو تغییر بدم. ببینید اینجا شیپ فیل رو اگه ببینین میتونم توسی بذارم هر رنگی که بخوام بذارم. خب نها کنید من اینجا چون پشتش سفید هستش و خب نها کنید میخوام پشتش سفید باشه و معلوم نمیخوام اصلا پشتش رنگی باشه، اینطوری بهتر واسه پرینت گرفتم بهتره و خب جای دیگه هم امکانات بیشتری شاید در اختیارتون بذاره. من میام اینجا نو فیل میکنم که پشتش معلوم باشه. خب وقتی که نو فیل میکنم الان احساس میکنید خوب دیده نمیشه، میارمش پایین اینجا چون زیرش سفید هست حالا بهتر و یه مقدار کوچیکش میکنم، اندازه این بوردرم میکنم. ببینید من میتونم بوردر این شیپم رو ناکنین تو قسمت فرمت، تو قسمت شیپ آوتلاین رنگای مختلفه واسه بوردرش بذارم، مثلا قرمز بذارم که ببینید. خب میبینید دورش رو قرمز کردش و محدوده چارت من رو داره نشون میده. اما خب من اینجا خودم یه بوردر دارم که نمیخوام شخص مثلا بیاد ببینه با این قاطی کنه دو رنگ بشه مثلا دو تایی باشه، بس با خودم این نو بوردر رو واسش انتخاب میکنم، نو آوتلاین. خب گفتم که تو اینجا ما امکانات بیشتری داشتیم، اینجا سریعتر میتونستیم اعمال کنیم، اینجا امکانات بیشتری داریم. خب این به صورت پیش فرض بسته بود، بیایم بر اساس این ناحیه ببین اگه من هر کدوم قسمت رو سلکت کنم اینجا هم نوش تغییر میکنه. ناکنه من اگه اینو سلکت کنم میاد میگه تکست آپشن، اکسس آپشن و خب این باکس واسه من باز میشه. حالا به ترتیب همه رو با هم میگیم. اول از همه بین نما کنین لژند رو من برمیدارم. لژند چی هستش؟ خب من وقتی که محور افقی و عمودی دارم و میخوام مشخص کنم که محور افقی و عمودی من چیا هستن، یا وقتی که دو تا نمودار رو هم کشیدم میخوام تعریف کنم که اون دو تا نمودار من کدوم هستن، از لژند ها میتونم استفاده کنم. تو قسمت دیزاین اد المنتس برین، همه اینا رو میتونین ببینین که چه المنت هایی من میتونم واسه نمودار هام بکشم. خب این یک لژند هستش که اومده گفته این باکس مستطیل من مجموعه ساعت ها هستن. خب من اینجا تعریف کردم که چارت من اصلا واسه چی هست، میتونم لژند رو بردارم. خب میگم نو لژند. اگه خواستم بگم که این محور من چی هستش، من میتونم بیام تو قسمت ایکس تایتل و واسه اون تایتل بذارم. میبینین تایتل ها رو میتونم بذارم که واسه وقتی که من نمودارهای تابعی میکشم، fx fx و y دارم میکشم، fx بر اساس یه x یا z و y دارم میکشم، اونجا خیلی فایده داره که بگم محور عمودی و افقی من چیه. اما اینجا من میخوام به صورت لیبل طرف داره میبینه دیگه، مجموعه زمان حضور دیگه، پس اینجا من چیز خاصی رو، لیبل خاصی رو نمیخوام، پس اینا رو برمیدارم. خب توی قسمت چارت تایتل، خب من اینجا چارت تایتل رو به صورت پیش فرض اکسل واسه من گذاشته بود مجموعه ساعت ها. اگه بخوام نباشه میتونم بیام چارت تایتلش رو نان کنم یا قرار بدم، یا اینکه با خود نمودار من هم پوشانی داشته باشه. خب هم پوشانی داشته باشه قابلیت خوندن خوبی نداره، بخاطر این اباف چارت رو بزنم، هرچند همین الانم لیبل من یه مقدار خورده به اینجا. اینا لیبل نمودارم به صورت پیش فرض، حالا بر اساس اون استایلی که انتخاب کردیم گذاشته بود لیبل رو. حالا میایم با هم نگاه میکنیم که میتونیم اینجا دیتا تیبل لیبل که نه دیتا لیبل رو انتخاب بکنم، نان باشه هیچی نشون نمیده، سنتر میاد وسط قسمت بالا ولی داخل نمودار، پایین نمودار و جای مختلف، یا به صورت تکست باکس. خب من به نظرم وقت اینطوری الان بهتره
که داخل نمودار باشه. حالا وضوحش رو بعدا بهتر میکنیم با هم دیگه. خب دیدین که چجوری میتونیم پارت‌های مختلفی رو بهش اضافه کنیم، حتی میتونیم نمودار رگرسیون واسش ببندیم که اینجا خب معنی نمیده رگرسیون دیگه. خب و اما گرید لاین ها ناکنین، این یه دونه گرید لاینه که خود اکسل توی استایلی که داشتیم گرید لاین رو گذاشته بود. من میتونم بیام اینجا گرید لاینش رو وردارم، یا یعنی اینکه بگم توی افق و عمود با هم گرید لاین داشته باشی بر اساس حالا موارد مختلف. ولی این خودش پرایمری میجر ورتیکال که در حقیقت داره میگه چه برداشت در حقیقت داره میگه که توی میجورها، توی حالا میجورها رو با هم میبینیم که کجا هستن. اینا که سلکت داری میکنی بازه کلی من میجوره، وسطش میشه مینور. خب اینا میجورهای من، یه گرید بنداز، یه خط بنداز. خب توی ورتیکال من، توی عمودی من. خب حالا بیایم توی اینجا فرمت های به ترتیب درست کنیم. اول از همه این رنگ رو درست کنیم. بیایم تو قسمت فرمت. خب هم از اینجا گفتم میتونین درست کنین، خب فرمت افکت واسش بذارین، رنگش رو عوض کنین. من اول از همه پیش زمینش رو برداشتم. خود این ناحیه چارت منم رنگ داره، ناکنین من اینجا میتونم بیام رنگ مشکی واسه ناحیه‌ام بذارم، خب که اینم نو فیل میکنم. و همینطور آوتلاین داره که من میتونم قرمز کنم مثلا، ببینین رنگش رو آوتلاینش رو قرمز کنم. اما اینجا توسی هم به خاطر اینکه این واسه محور من هستش. خب اینم آوتلاینش رو نو آوتلاین میکنم. خب بیاییم پس حالا توی این قسمت ببینیم. این خیلی دیتیل داره به من نشون میده. من اگه این رو دوباره گفتم هر قسمت رو وردارم کلیک راست روش بکنم و فرمت بزنم، الان چون دیتا لیبل هم انتخاب کردم مستقیم من رو میبره به فرمت دیتا لیبل هم. حالا مثلا اینجا رو سلک کنم میره تو اون قسمت. خب هر قسمتی که سلکت میکنیم چند تا گزینه به ما میده که این شکلی که میبینیم واسه فیل و لاینش هستش، یعنی پس زمینش و بوردری که داره. من میتونم اینا رو، این قسمت ها رو، رنگامیزی فیلش رو و بوردرش رو از این قسمت انتخاب کنم. این قسمت افکت ها هستن که اینجا میبینیم شیپ افکت. میتونم واسه سایه بندازم. خب اینجا خیلی دیتیل مثلا وجود داره، سایه‌ای که میتونم بندازم، میتونم نوع سایه‌مو انتخاب بکنم، ترانسپرنسی شو انتخاب کنم که حالا ترانسپرنسی مفهومشون اندازه شو ده و غیره. گلو واسش بندازم که حالا گلو هم با هم میبینیم و سافت ایج. وقتی که اینقدر دیتیل و دیتا واسش وجود داره، خب یه شخصی ممکنه گیج بشه، حتی خود منم گیج میشم اینجا وقتی که دیتیل زیاده. خب اینجا راحت تر میتونم بیام انتخاب کنم که آقا میخوام پرسید یا مثلا نوعش اینطوری باشه، این رنگی باشه، یا میخوام مثلا برآمدگی داشته باشه، انواع اقسام برآمدگی ها رو ببینم. خب یا 3D روتیشن داشته باشه که حالا اینجا چون دو بعدیه نمیتونه نشون بده، یا گلو داشته باشه. مثلا اینجا گلو منظورش اینه که رنگ افشانی داشته باشه بغلش. مثلا این گلو قشنگه، یه گلو واسش میذارم که اینجا نداشتم، اما چون وضوح دید منو کم میکنه اگه گلو بزنم، خب اینجا واسه دیدن شما گذاشتم. خب پرزیستش رو میام تغییر میدم، این قشنگه، این قشنگتره. اگه بخوایم ببینیم فرمتش چجوری بوده، کافیه که بیایم اینجا توی مثلا انواع اقسام فرمت ها وقتی که بر اساس اون پرزیستش انتخاب کردیم ببینیم چه تغییراتی اینجا داده. شادو که نداشته، 3D فرمتش مثلا اینطوری شده، بیبال شده به صورت خودکار، باتومش که این که هیچی نداشتش، باتوم لیول به بیبال و متریالش، مادهش یک کم شفافتر شده مثلا. خب مثلا من اینو تغییر میدم، شفافیت بیشتر میدم، ولی بیبالش تغییر میکنه. خب یک کم وقتی که این کار رو میکنم شاید رنگش زیاد جالب نشده باشه، بخوام مثلا رنگ روشنتری داشته باشم. یه کاری میتونم که بکنم، بیام توی چیز این قسمت ترانسپرنسی چه زیاد کنم. ترانسپرنسی یعنی که شفافیت پشتش مثل شیشه، حالت شیشه‌ای به من بده. دو این من رو شادو داشتم کار میکردم، ببخشید، معذرت میخوام. و تو فیل ترانسپرنسی شو زیاد کنم. خب هی من میگم خدایا چرا زیاد نمیکنه. خب الان اتوماتیکه. اولا که من سالید فیل میذارم، اینم که اشتباه سلکت کرده بودم، میام دوباره اینو سلکت میکنم، سالید فیل میذارم، رنگش رو میکنم نارنجی. خب و حالا ترانسپرنسیش رو زیاد میکنم. ببینین اگه 100% کنم کلن شفاف انگار شیشه پشتش رو دارم میبینم. خب من میخوام مثلا اینقدر باشه، بوردر نداشته باشه.
خب سالید هست، گرادینت هم به صورت اینکه یه بازه ای از رنگ رو واسه من انتخاب کنه. مثلا بیام اینجا اگه این رو انتخاب کنم، این از سفید اومده بازه رو ورده تا نارنجی، من میتونم این بازه رو مثلا این قسمت رو رنگش رو به جای سفید بکنم زرد، که اگه توجه کرده باشین سفید بعد زرد میشه بعد نارنجی میشه. خب جایی که بخواین خیلی گرافیکی کار کنین و خیلی زیبایی داشته باشه، از این قابلیت ها میتونین استفاده کنین، از افکت ها و رنگ های مختلف. درسته؟ خب بیایم تو این قسمت سریز آپشن. من این قسمت رو بعدم بهتون بیشتر شاید با هم کار کنیم. نه اینجا هم دیده میشه، به خصوص تو قسمت هایی که حالا داشبورد میکشیم دوتا نمودار وجود دارن، خب خیلی کاربرد بیشتری دارن. ولی خب اینجا بیایم ببینیم چی امکانی داره به ما میده. ببینید اندازه این مستطیل من چقدر هستش. من یه اندازه رو اینجا میتونم کنترل کنم، میتونم بیارم سریز اوورلپ کنم. خب این الان زیاد، خب میتونه مثلا صفر کنم. معنی لغویش یعنی چی؟ خب یعنی این که من میتونم تا مرز این دوتا با هم پیش برم، سریز اوورلپ، هم پوشانی داشته باشن این سریا با هم، صفر میکنم یعنی میتونه رو هم باشن. حالا اگه من اینو گپ ویتش رو کم کنم و تا صفر برم، خب ناکنه اینا تا مرز هم دیگه بزرگ شدن. خب و حالا بعضی جاها مثلا قشنگ تر میشن، اما اوورلپ با هم ندارن. خب ببین این زمانی به کار میبره که من یه سری دیگه داشته باشم، مثلا حالا یه دیتای دیگه ای داشته باشم. بیاین اینجا بهتون نشون بدم یه دقیقه، این چارتمون داشته باشم. خب مثلا اینجا من دو تا سری دارم، اگه اینم به صورت باکسی گذاشته بودم اینا با هم اوورلپ میخواستن بکنن، میتونستم از اون قضیه استفاده کنم. شاید حالا اینجا من پیش اومد بهتون نشون بدم یه سری کارهای قشنگی میشه که حالا اینا تو ترفندهای اکسل باید بیشتر گفت، نه وقتی که دارین نمودارها رو یاد میگیرین. من حالا یه سریایی که وقتی دوتا سری نمودار با هم وجود داشته باشن رو باید بهتون نشون بدم که ببینین چجوری میشه. خب ولی الان اینا اوورلپ نمیتونم کنم، یه ذره گپش بینشون هم بیشتر میکنم که اندازشون بزرگتر باشه. خب بیام یه بوردر قشنگی هم بهش بدم، مشکی بهش بدم که بتونم تمایز قائل بشم بینشون. خب بوردرش رو مشکی میکنم، این انتخاب کن دیگه. خب اندازه بوردرش هم بزرگ میکنم، زیاد میکنم. اما متاسفانه من اینجا فقط یه دونه باکسمو سلکت کردم، بخاطر این فقط روی یه دونش تاثیر گذاشت. ببینید من حتی میتونم روی یه دونه تاثیر گذار باشم، یه دونش رو متمایز کنم. خب من اینجا میخواستم همه رو اینطوری کنم. دوباره میام بوردر رو مشکی میکنم واسهشون، اندازه‌شون هم میبرم روی دو که کلفت‌تر باشه. خب به نظر قشنگ‌تر دیگه. این گلوش هم برمی‌دارم چون جالب نیست. خب رنگش هم درست میکنم، فیلش رو یه چیز بهتری میذارم. ببین پترن هم میتونم بذارم، پترن هم چیز جالبی هم بذارم، خواستن اینطوری راه راه باشه، مثلا شبکه‌ای باشه، نقطه چین باشه، هر چیزی که دوست دارم. من اینجا سالید میذارم. خب حالا میام توی افکت ها یه دونم بیوار بهش میدم که بهتر باشه. خب حالا به نظر این یه ذره منطقی تر میاد، ولی خودم اینجا به نظرم قشنگتر درست کرده بودم. حالا شما هم اگه تونستید اینجا بوردرش رو مثلا نارنجی گذاشتم، اینجا یه مقدار گلوبش دادم، خودتون بر اساس سلیقه‌ای که دارین قشنگترش کنید. خب بریم قسمت بعدیش رو ببینیم. من میخوام تو قسمت بعدی بیام لیبل هامو درست کنم. خب لیبل هامو میام اینجا تکستش رو مشکی میکنم. من اینجا قابلیت کنترل دارم روی آخری لیبل آپشنز بگه که خب چه فقط مقادیرش رو نشون بده، کاتگوری نیمش رو بیارم. اینجا میتونستم اینو پاک کنم و کاتگوری نیمش رو کنارش بیارم، سری نیم بیارم که مجموعه ساعت‌ها هستش. و وقتی که سری نیمز رو میارم، یعنی اینجا یه ویرگول میزنه جدا میکنه. بذارین زوم کنم روش، یعنی ویرگول زده جدا کرده. من میتونستم اینجا بیام به جای اینکه ویرگول یه نیو لاین بزنم و اینجا یه اینتر میزنه و میبره خط بعدی. خب حالا من اینجا که نمیخوام مجموع سری نیممو نشون بدم، بخاطر همین میارم اینو برگردم به حالت قبلی. خب اینا رو مشکی کردم. من اینجا میتونستم اینساید سنتر رو با هم دیده بودیم، اینا همه دیتیل کارهایی که میتونستیم انجام بدیم. اینجا خب تو تبا من
موارد مختلفی رو داشتم که به صورت سریع تر میتونستم دسترسی بدم. اینجا دیتیل دارم. مثلا دیتیل که میگم یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا رو که داشتم ولی نامبر رو نداشتم. خب به صورت پیش فرض وقتی که من لیبل میذارم اینجا، اکسل میادش از همین فرمت اینجا میخونه، اما توی نمودار شاید متوجه نشه که این من فارسی میخوام، انگلیسی داره به من نشون میده. خب میبینیم کتگوریشو جنرال میذاره، من میام کتگوریشو تغییر میدم. این فرمت دقیقا مشابه با فرمتی هست که اینجا دیده بودیم، فقط اینجا چون تو نمودار و لیبل هست باید بیاین تو قسمت فرمت دیتا لیبلز و از اینجا ببینیم. حتی تو اینجا تبش هم نمیتونیم ببینیم. خب من میام اینجا تو قسمت نامبر کتگوریشو میگم سفارشی کنم. یادتونه که وقتی که کاستوم میذاشتم میتونستم تایپشو مشخص کنم، گفته بودم اینجا اگه براکت بذارین ساعت بیشتر از 24 ساعت به منم نشون میده. خب این درسته. حالا من میخوام به اکسل بفهمونم که این درسته که اینطوری هست، اما فارسی نیز هست. خب اینجا یه کدی رو مینویسم، من قبلا نوشته بودم، اگه حالا اینجا رو سلکت کنم میبینی این کده که نوشته بودم. اینجا براکت باز دالر منفی 301 و 4 تا صفر براکت بسته به نمودار من میفهمونه که این فارسیه. بیاییم با هم یه بار بنویسیم. منم حفظ نبودم، از اینترنت سرچ کردم پیدا کردم، شما هم سرچ کردن اینجاست که فایده داره و خوبه که پیدا کنیم. خب 1, 2, 3, 4 تا 0 میذارم اینجا و براکت بستم و این به اکسل من میفهمونه که من میخوام فارسی کنم و بعد اد میکنم. وقتی که اد کردم نها کنیم اینجا رو فارسی کنم. حالا جلوتر میبینیم بعضی وقتا من دیدم که حتی این هم جواب ندادش. حالا بهتون نشون میدم یه سری کدهای دیگه هست ولی این خیلی وقتا جواب میده، میتونیم از اون استفاده کنیم. پس اینجا وقتی که دیدین نمودارتون انگلیسی داره نشون میده، این کد رو توی قسمت کاستم تایپ کنیم. خب اینم از لیبل من. حالا اینجا من میخوام رنگ این خطا رو عوض کنم. این قسمت گفتم از استایل میتونم انتخاب کنم یا بیام اینجا مثلا قرمز رو انتخاب کنم و رنگش خب عوض شد. بعد نها کنید ولی این هنوز توصیه به خاطر اینکه این قسمت محورهای من هستش. محورها خیلی مهمه، علاوه بر فیل و آپشنایی که دارن اینجا، شما دو تا قسمت دارین که میتونین دسترسی داشته باشین. یک اینکه دیده بودیم تو حالا جای مختلف بود آیس آپشنز هستش، خب یکی هم تو قسمت الائنمنت هستش. این دو تا اضافه میشن. الائنمنت به من نشون میده که میخوای جای اینها کجا باشن. خب میدل رو انتخاب کرده، تاپ، میدل، باتم، حالا جای مختلفی داره. حالا اینجا چون جا زیاد نداره نمیتونه تغییرات خاصی رو نشون بده، اما این تکست دایرکشن خیلی جاها مفیده. میبینین الان من به صورت معمولی دارم میکنم، میخوام اینطوری باشه. خب بعضی جاها میخوایم مثلا نوعش متفاوت باشه. حالا این زیاد قشنگ نیست ولی مثلا این خیلی جالبه، میتونیم بعضی جاها اینطوری استفاده کنیم. خب ولی تو اینجا همین هوریزنتال منطقه تر و قشنگ تر هستش که میتونین انتخاب کنین. حتی میتونین انجل بش بگیم، این انجل منظورم درجه از زاویه هست، میتونین زاویه همینطوری بش بدین. خب که حالا همون صفر رو من میدم، زیاد قشنگ نیست، جای مختلف کاربرد مختلف. من نمیتونم همه نمودارا رو بکشم که بگم کاربرد هاش کجا هستش. شما دیگه اینجا بر اساس خلاقیتی که دارین وقتی یه نمودار خاص رو میکشین میدونین که این کجا هستش، میتونین بیاین استفاده کنین ازش. خب قسمت بعدی آپشناش هستش. خب آپشن های محور، تیک مارکت، حالا به ترتیب اینا رو ببینیم. اول بیاین آپشناشو ببینیم. خب automatically selected based on data، text باشه، دیتا باشه، یا بر اساس این قسمتی که سلکت کردم. ببینید اگه توجه کرده باشیم من محور افقیمو حذف کرده بودم، من میخوام add part بذاریم بکنم که ببینین اون محور هم خوبه که داشته باشیم. اینم اضافه کنم بشه. آره بهتر شد. خب خیلی وقتا ما دو محوری داریم دیگه. من اینجا حالا بر اساس لیبل نشون دادم قشنگتر بود که این محور نباشه، ولی خب بیا اینجا اولین محور بودیم که عددا هم هستن اینجا بهتره. خب من اینجا میتونم مینیمم ماکسیممش رو تعریف کنم، میتونه صفر باشه، میتونه منفی باشه، خودم دستی تعریف کنم که مثلا منفی مثلا 2 ساعت باشه، مثلا 0.2 باشه. خب و اینجا میاد پایینش هم میبینید یه تیک کوچولو زده، حالا خودتون امتحان کنید شاید توی فیلم واضح نباشه یه تیک کوچولو زده. حالا اینجا صفر منفی، ماکسیممش رو به جای 6 مثلا بکنم 7 و
و خب بازه مثلا بیشتری رو داره میبینه، نمودار منو بر اساس این بازه بالایی کوچیک کرده. خب که حالا 6 رام رو میذارم، ریسیت میکنم که بر اساس اتوماتیک باشه. خب خودش انتخاب بکنم بر اساس رنجی که داره. خب ولی بعضی جاها من میخوام دستی تغییر بدم، مفید هستش که بدونیم یونیت های اون میجورش چجوری باشه. 2/10 2/10 باشه. خب اینجا زده 2/10، یعنی این بازه از 0 تا 4.48 دقیقه. حالا ببینیم ساعت تقسیم بر 24 که بشه میشه این 2/10 که اینجا وجود داره. خب گفته میجورش 2/10 2/10 باشه، میتونم میجورش رو 0.3 0.3 کنم. بازه این محور منو تغییر کردش. خب مینورش بین اینا هستش که زده 600، مثلا من اینو 1/10 میکنم که وجود داشته باشه. اینجا نمیتونیم مینور رو ببینیم به خاطر اینکه سلکت نشده توی تیک مارکتس. مینور تایپ رو زده نام. من اگه اینسایت بزنم میبینین که مینورهای من رو بذارین مشکی کنم که بهتر ببینین و زوم کنم. این ببخشید تکستم کردم آتلاینش رو مشکی کنم چون توسی بود یکم سخت بود. ببینین من اینجا میجور مینرالش رو تغییر دادم. این سایت داره که میاد داخل، آد سایت داره که بیرون رو نشون میده، کروس داره که دو طرفی داره نشون میده. خب میتونیم اینجا تغییرات رو اعمال کنیم یا کلا نان کنیم که برداشته بشه. خب بعد لیبل اون هستش که میتونین ببینین. خب لیبل پوزیشنش بغلش باشه، های باشه، میره بالا، کجا انداختش، این ور انداختتش. خب اینجا میتونین خودتون سلکت کنین اما و اقسامش رو ببینین که کجا می نان باشه که اصلا لور انتخاب کردن، نان باشه که اصلا نشون نده و خب نکست و آکس بغل محور بیشتر و منطقه تره. ببینین اگه بخواستین اینو فارسی کنین چیکار میکنین، یه نامبر کاستمش و فرمتش که کاستم هست میان اینجا. قبلا اینو اگه یه بار نوشته باشین دیگه انتخاب میکنین و فارسی دیگه به شما نشون میده. خب یه چیز دیگه که جالب هست ریورس اوردر هست، ولیو این ریورس اوردر. بذارین از زوم خارج کنم که بهتر ببینیم. خب اگه من این ریورس اوردر رو بذارم برعکس داره نشون میده، میبینی انگار منفی مانند حالت منفی داره. خب ریورس خیلی جاها کاربرد داره، شاید بهتر تو محور افقی، ولی خب اینجا من تیکه اینو برمیدارم تو حال اونجا ریورس که نشون بدم تو داشبوردی که حالا با هم بعدم میکشیم بر اساس پیوت چارتا اینجا بهتر میبینید. خب دیتیل رو بیشتر میبینید، بذارین اونجا توضیح بدم. اینجا شاید کاربورد رو نبینین زیاد درک خاصی ازش نکنید. من اینو ریسیت میکنم که اوتو باشه. بعد اصلا اینو برمیدارم چون نمیخوام، لیبل دارم میبینم اینجا، دلیتش میکنم میام اینجا. خب یه قسمتی که میخوام بوردر اینم قرمز کنم که این خط اینجا منم قرمز باشه، میام شیپ آوتلاین اینو قرمز میکنم. خب میبینید که اینم قرمز کنم. من میتونم کلوفترش هم بکنم و ببینید اینجا میتونستم بیام تو شیپ آوتلاین نوعش رو مثلا کلوفتر کنم اینجا، میبینید. بعد بیام مثلا خدشی مانند دش مانند بذارم با سرش خدشی میذارم. این دیگه همه سلیقه‌ای هستش که اونطور که دوست داریم. حتی واسه این هم میتونم نقطه چین مانند بکنمش که اونطور که دوست دارین باشه. خب این بوردرش هم مشکیه، من بکنم مثلا هم رنگ خودش که جالب تر باشه، زرد تر شد. خب بعد بیاییم فونتش رو درست کنیم، میاییم تو قسمت هوم. کل من نها کنیم الان کل نمودارم اول میگیرم که کل فونتم رو بکنه بی نازنین مثلا. خب بعد بیاد فونت و این تو قسمت هم اومدم این تغییرات رو دادم. تو فرمت هم میتونستم مثلا بیام رنگ اینا مثلا اینجا آرام درست کنم. خب این چی بود که الان زدم؟ ببینید تکست من توی نمودارها یه دونه فیل داره یه دونه آوتلاین داره. بیاین مثلا اینو نو فیل کنم ببینیم یا رنگش رو عوض کنم بهتره، مثلا قرمز کنم. خب ببینید اینجا من یه دونه دقیقا مثل یه شکل میاد هم آوتلاین واسش میذاره، خطشو میگیره، هم داخلشو میتونه تغییر کنه که اتفاقا قشنگترم شد. الان اینجا من قرمز کردم، همینطور واسه این وقتی که دوتاشو مشکی کردیم کلوفتر میشه. وقتی که آوتلاینشو من مشکی کردم اون اینجا واسه این متوجه نشدش که الان من میتونم آوتلاین واسه این داشته باشم. وقتی این کلشو اومده چیز تغییر میده. خب من اگه اینجا متوجه نمیشه که من دستی تغییر بدمش. خب ببینیم سفید کنم.
ولی از اینها من میتونم استفاده کنم که چجوری تکستش باشه. خب اگه بخوام قابلیت بیشتری داشته باشه اینم بزنم میاد اینجا. خب اینجا به صورت تکست که هستش، تکست باکسش رو مثلا دایرکشنش رو میتونم تغییر بدم، میتونم واسهش حالا امکاناتی که داره و فرمتش رو تغییر بدم و کارهای مختلفی که میتونم اینجا انجام بدم. ببینید اینجا خیلی ابزار زیاده، من اگه بخوام تک تک اینا رو بهتون نشون بدم خیلی طول ممکنه بکشه. خب شما خودتون باشون باید نمودارهای مختلف بکشین و اینقدر با اینا بر برین و استفاده کنین که دیگه قشنگ دستتون بیاد انواع اقسام کجا هستش. من فقط میخواستم که ببینین چجوری میتونین یه نمودار رو قشنگ کنین و خوب بکشین. واسه تمرین بیاین نمودار دوم رو خودتون بر اساس دیتاهایی که اینجا هست، بر اساس این دیتاها بکشین و تنظیم کنین و درستش کنین. خب و یه چنین نموداری رو به دست میارین. حالا اگه مثلا من تونستین قشنگترش هم بکنین که چه بهتر، من به نظرم یعنی قشنگتر شدش. ولی خب مثلا خیلی هم همه جا فانتزی لازم نیست بدین. مثلا بعضی جا اینقدر خیلی من دیده بودم نمودار رو فانتزی کرده بودش که اصلا من دیگه دیتا رو نمیدیدم. مهم اینه که من اول نتیجه گیری کنم ازش دیگه. مثلا اینجا بزرگ میکنم که طرف قشنگ ببینه چند ساعت طول کشیدش. خب چند ساعت هر کدوم از اینا بوده، اما زیبایی هم خیلی مهمه. پس هم وضوح داشته باشه هم زیبا. مثلا اینجا من این فرمتش گلوبش دادم یه ذره به نظرم خیلی علکی فانتزی شد. این شدش رو برمیشون که گلوش رو برمیدارم که زیادم فانتزی نمیشه. خب مثلا اینو میام بی تیتر میکنم به جای بینازنین که بزرگتر باشه و اینها هم همچنین به جای بینازنین بی تیترش میکنم. خب که قشنگتر و واضح‌تر. مهم وضوح اول و بعد زیبایی توی نمودارا. خب دیدین که چجوری میتونیم نمودارا رو بکشیم. ما اینجا انواع اقسام نمودارها رو هم داشتیم که میتونین حالا توی جلسات بعد وقتی که پیوت دیاگرام رو بهتون نشون دادم اینجا چهار تا مختلف رو با هم میکشیم و استایل ها. من سعی میکنم که به ازای هر این چهار تا رو به ازای هر کدوم توضیح زیادی بدم که نمودار کشیدن رو خیلی خوب و دقیق یاد بگیرین، چون نمودارها و تهیه داشبوردها تو اکسل خیلی اهمیت داره. من یه گزارش عددی دارم که در میارم، خب مثل اینجا که گزارش عددی بود، و یه گزارش بصیری. خیلی جاها هر دوتاش لازمه که اینجا من دوتا رو با هم میذارم. خیلی جاها لازمه که اول نمودار رو ببینیم که به صورت خلاصه اون شخص درک کنه که تو چه وضعیتی هستیم، مثل اینجا. خب اینجا که داشبورد هستش و بعد دوست داره دیتیل ببینه. خب اگه دیتیل دوست داری بیا جداولش رو که اینجا وجود داره، خب بر اساس این امکاناتی که هستش مثلا به تاریخ جدا کن و ببین و اینا رو گزارش بدم به مدیرم یا برای خودم که میخوام تحلیل بکنم. حالا جلوتر این گزارش گیری ها رو بهتر با هم میبینیم. تو قسمت بعدی که با هم داریم من میام اول کاندیشنال فرمتینگ رو میگم. ناکنین اینجا الان همه سفیدن دیگه، میبینین؟ اما توی فرم اصلی قبلی که من داشتم، خب اینجا داره یه سری علائم به من نشون میده. این علائم هم خیلی کاربردن، خیلی جاها خوب هستن و خوبه که یاد بگیرین که اینو توی کاندیشنال فرمتینگ میگیم. پس تو قسمت بعد کاندیشنال فرمتینگ رو با هم کار خواهیم کرد. ممنونم از توجهی که داشتین.